سلام، جمعه 20 اسفند 95 ده مارچ 2017 میلادی در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه دیروز 19 اسفند ماه 400 کارگر پیمانکاری آزمون فلز پیمانکار در فازهای 22 و 24 اصلویه با خلف وعده کارفرما که به مطالبات اونها رو بده دوباره دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. کارگران 4 ماهی که حقوق نگرفتند. کارگران پیمانکاری پایندان در پل دختر لرستان هم 6 ماه حقوق نگرفتند و اعلام کردند که به فرمانداری و استانداری خواهند رفت و شب عید منتظر دریافت حقوق و بردن مختصری درآمد برای خانوادهشون هستند. موضوع دوم این که سید محمد علی موسوی روحانی که در آذر سال 94 حزب الله لبنان در بیروت او رو ربود و شکنجه کرد به ایران فرستاد و در زندان اوین هست، از 10 بهمن ماه دست به اعتصاب قضا زده و در 40مین روز اعتصاب قضای خودش با مشکلات جدی جسمی مواجه شده، کاهش وزن شدید و حال او نگران کننده است. در بند 8 زندان اوین هم زندانی سیاسی مسعود سیفی زاده مورد حمله و ضرب و شتم دو زندانی عادی پدر و پسر قرار گرفت، به شدت مجروح شده، از ناحیه کمر و لخته خون بالا آورده، به بهداری منتقل شده. موضوعی که مدت هاست مطرح، اصل تفکیک جرائم رعایت نمیشه و زندانیان سیاسی در کنار زندانیان عادی و خطرناکی نگهداری میشن که گاهی با پولی اندک و یا تحریک مأموران اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی میکنن. انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر هم در دیدار ماهانه با نمایندگان پارلمان اروپا ابراز نگرانی کردند از وضعیت آیت الله نکونام. گزارشی از وضع او دادند در زندان ساحلی قم که مدت هاست این روحانی 70 ساله با مشکلات گوناگون جسمی دست و پنجه نرم میکنه. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که بیش از 1 سال در زندان به سر میبره، 9 ماه اون در انفرادی بوده و به 5 سال زندان محکوم شده، نامه تکان دهنده ای از زندان اوین نوشته، خطاب به همسرش و در فراق کودک 2 سالشون که هر دو از اون محروم هستند و عشق رو برتر از توطئه جباران دانسته و فشارهایی رو که تحمل کرده گوشه از اون رو برشمرده. موضوع سوم اینکه آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در یک مصاحبه بعد از آقای ابراهیمیان عضو سابق شورای نگهبان از قدرت زیاد دبیر شورا صحبت کرده و ضمناً گفته که شاید بهتر بود در جریان رد صلاحیت آقای رفسنجانی از آقای مصلحی وزیر اطلاعات دعوت نمی کردیم. البته آقای کدخدایی به نظرم تجاهل میکنه، برای اینکه اختیارات بالای آقای جنتی و اینکه گاهی مستقل از 11 نفر دیگه تصمیم میگیره، اقتدارش از شخص آقای خامنه‌ای و رهبری میاد و در واقع شورای نگهبان چیزی نیست جز یک کانون کنترل زیر انگشت رهبری.
یک پژوهشگر دولتی روسی هم که از ایران بازدید کرده و مدتی در ایران بوده، در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک روسی عنوان کرده که احساسات بسیار قوی ضد روسی در بین جوانان ایرانی وجود داره و گفته وبسایت های اصلاح طلب هم دید منفی در مورد روسیه دارند. مرتضی آقا تهرانی دبیر کل جبهه پایداری هم انتقادات بسیار تندی از جمنا کرده، جبهه مردمی نیروهای انقلاب که چگونه در واقع بدون اونها تشکیل شده، بعد از 5 ماه تازه به سراغ اونها رفتن، و ضمناً در خصوص موضع جمنا که بحث اتحاد رو میکنه گفته دفعه قبل در انتخابات مجلس ما اتحاد هم داشتیم، وحدت داشتیم، ولی رأی نیاوردیم. مشکلات عمیق‌تر از این هست. موضوع چهارم این که ژنرال جوزف ووتل فرمانده نیروهای فرد آمریکایی در منطقه خاورمیانه دیروز در کمیته نیروهای مسلح سنا حاضر شد، توضیحاتی داد که طی اون عنوان کرد که ایران بزرگترین تهدید بلند مدت برای ثبات در این بخش جهانه. او گفت که جمهوری اسلامی میکوشه از طریق بی‌ثبات کردن منطقه با نیروهای بدنهادی که به او وابسته هستند تبدیل به قدرت مسلط منطقه بشه. ضمناً از حرکت‌های قایق‌های تندروی ایرانی هم انتقاد کرد و گفت اونها غیر حرفه‌ای و ناامن عمل می‌کنند. روزنامه الشرق الاوسط هم خبر داده از اینکه آقای نتانیاهو در سفرش به مسکو پیام آقای ترامپ رو به پوتین داده که امریکا حضور ایران در سوریه رو تحمل نخواهد کرد. همین روزنامه عنوان هم کرده که فردی به نام سید هاشم الموسوی که رئیس مقاومت نجباست، یکی از سازمان‌های وابسته به ایران، گفته می‌خواهیم سپاه آزادی جولان تشکیل بدیم. در واقع حرفی برای تحریک اسرائیل باید قلمداد بشه. روز چهارشنبه وزیر خارجه چین عنوان کرد که آمادگی داره چین برای رفع کدورت بین عربستان و ایران واسطه بشه. سفیر عربستان در چین عنوان کرد که ایران غیر قابل تغییره، ولی سفارت ایران بیانیه داده و ضمن انتقاداتی از عربستان نسبتاً از حرف وزیر خارجه چین در این بیانیه استقبال کرد. قبلا هم ایران از طریق کویت، عمان و حتی عراق و پاکستان دنبال واسطه هایی برای آشتی با عربستان بوده که عربستان در رو بسته و مشکل فعالیت های ایران در سوریه، یمن و بحرین رو مانع هر نوع رفع کدورت میدونه. موضوع پنجم این که در امریکا بعد از ایالت هاوایی 5 ایالت دیگه هم دادستان هاشون اعلام کردند که به دادگاه فدرال امریکا علیه دولت فدرال شکایت تسلیم خواهند کرد بر علیه این قانون جدید، بخشنامه جدید آقای ترامپ در خصوص مهاجرت، فرمان مهاجرتیشون. و اصل حرفشون این است که این فرمان جدید هم فرقی با قبلی نداره و مغایر روح قانون اساسی امریکاست. در کره جنوبی هم بعد از 6 ماه اعتراضات گسترده مردم و مخالفین، سرانجام دادگاه قانون اساسی هم رأی پارلمان کره برای استیضاح خانم پارک رئیس جمهوری کره رو
تایید کرد و به این ترتیب رسما خانم پارک برکنار شد، مسئولیت قضاییش برداشته میشه و به دلیل سوء استفاده‌ای که مشاور او، دوست و مشاور نزدیکش در امور مالی کرده بوده در ارتباط با شرکت سامسونگ، احتمالاً محاکمه جداگانه خواهد شد. آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم امروز به مسکو رفته. گفته میشه که این قدم بسیار مهم رفع کدورت بین مسکو و آنکاراست، ضمن اینکه آقای اردوغان در خصوص سوریه در اونجا صحبت خواهد کرد. مقام های امریکایی که گفتند که بعد از شکست داعش و حل مسئله داعش هم در سوریه میمانند و بعد از صحبت رؤسای ستاد ارتش سه کشور روسیه، آمریکا و ترکیه، بحث های تقسیم سوریه در واقع جدی تر شده. مقام های امریکایی و عراقی عنوان کردند که ابوبکر البغدادی رهبر داعش از موصل گریخته و در بیابان پنهان. اما موضوع آخرین که جناب مکارم شیرازی فرمودند که گوش شنوا برای شنیدن فتواها کم شده. ایشون احتمالا در آستانه چهارشنبه سوری فکر میکنه که فتواش در مورد مواد محترقه باید شنیده بشه. امام جماعت دانشگاه مشهد هم فرمودن که رهبر مهندس و راهبر و رئیس جمهور عملی بیش نیست. جناب مصلحی وزیر سابق اطلاعات هم فرمودن دشمن در کنار هر مسئول یک نفوذی کاشته. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.